سلام دوستان، وقتتون بخیر. آرش افراسیابی هستم از سایت موبایل تایار و امروز میخوایم یکی از جدیدترین گوشی‌های بازار از برند آنر رو براتون آنباکس کنیم. آنر 9X که هم یکی دو هفته پیش تو بازار ایران به صورت رسمی معرفی شد، در حقیقت نسخه جدید و جانشینی برای آنر 8X سال گذشته این برند که یکی از محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین گوشی‌هاییه که آنر تا به حال به بازار داخلی ایران عرضه کرده. این نسخه که قرار براتون آنباکس کنیم نسخه ریتیل دستگاه نیست و همین ابتدای کار باید خدمتتون عرض کنم که چون این نسخه ریتیل نیست و نسخه مدیای این گوشی هست، یه سری تفاوت‌ها داره با نسخه‌ای که شما توی بازار خواهید داشت، از جمله اینکه هدست توی جعبه نیست و البته دفترچه‌های راهنما توی این جعبه وجود نداره. خب طراحی جعبه زیاد نکته خاصی نداره و تقریبا مشابه همون چیزیه که از این برند سال گذشته هم انتظار داشتیم. کناره دستگاه سری اطلاعات هست در رابطه با حافظه داخلی، حافظه رم و رنگ این گوشی. رنگ این گوشی توی نسخه که در اختیار ماست رنگ آبی یا سافایر بلو این مدله و البته این گوشی توی رنگ دیگه به نام میدنایت بلک هم عرضه میشه که حالا در ادامه تفاوتاشو با هم بررسی می‌کنیم. خب ببینیم توی جعبه چی انتظار ما رو می‌کشه. خب تو بالاترین قسمت خب طبق انتظار خود گوشیه، حالا فعلا گوشی کنار میذاریم و بعدا بررسی میکنیم. آچار دسترسی به درگاه سیم کارت و کارت حافظه. تو این قسمت ما یه کاور شفاف داریم، این کاور شفاف انعطاف پذیر. خب چون که این گوشی به شدت جاذبه اثر انگشته، این یکی از جذابترین چیزاییه که میتونست تو این جعبه قرار بگیره. خب ما این کاورم روی گوشی قرار میدیم، ببینیم ظاهرش چه شکلی میشه. خیلی راحت فیت میشه توی گوشی و ظاهر شکیل و جذابی داره. خب بقیه چیزهایی که انتظار ما رو میکشه، یه شارژر نه چندان پرقدرت داریم، شارژر 10 واتیه 5 ولت و 2 آمپر که خب طبیعتاً نمیشه انتظار داشت که شارژ سریعی به ما بده. و البته آخرین نکته هم که خب طبق انتظار یک کابل USB 9C. خب یه نگاه سریعی هم به خود گوشی داشته باشید. من اجازه بدین دوباره این کاور رو خارج کنم که بتونیم بیشتر راجبش صحبت بکنیم. این گوشی چندان سبکی نیست، 197 گرم وزن داره و همونطور که می‌بینید اثرات انگشت بلافاصله روی دستگاه قرار میگیره، ولی خب این از جذابیت کار کم نمی‌کنه. همونطور که می‌بینید بخش پشتی یه سری طراحی های لوزی شکلی داره که وقتی توی نور گوشی حرکت میکنه حرف X رو تشکیل میده، وقتی هم روی میز قرار میگیره تقریبا میتونید همین حرف X رو تو بخش پشتی ببینید. فریم دستگاه از جنس آلومینیوم ساخته شده، ولی در مورد بخش پشتی شرکت آنر به صراحت جنس رو اعلام نکرده. حالا حداقل از روی ظاهر میشه حد زد که شیشه است، ولی خب شرکت سازنده به این موضوع اشاره‌ای نکرده و ما طبیعتا نمیتونیم با صراحت اعلام بکنیم که شیشه است. خب یه نگاهی به صفحه نمایش بندازیم. این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که این گوشی ما در ابتدا در حقیقت تنظیمات اولیه‌اش انجام دادیم و اینکه می‌بینید گوشی بالایه به همین علت، ولی خب اگه قرار باشه که مثل همیشه استفاده بکنید همون تنظیمات اولیه دستگاه رو باید انجام بدید. خب ما اولین نکته جذاب اینه که ما با یه صفحه نمایش فول اسکرین روبرو هستیم، در حقیقت هیچ نوع ناچ یا حاشیه‌ای تو بخش بالایی نمی‌بینید و یه صفحه نمایش بزرگ 6.59 اینچی فول اچ دی پلاسی که به گفته شرکت آنر 91% بخش روی دستگاه رو پوشونده. خب یه نگاه به دوربین‌های بخش پشتی داشته باشیم. اینجا سه تا دوربین داریم در حقیقت که دوربین اصلیمون یه دوربین 48 مگاپیکسلیه با F1.8 و سنسور IMX 582 شرکت سونی. این سنسور IMX 582 هیچ تفاوت خاصی توی عکاسی با سنسور IMX 586 شرکت سونی که خب حالا بیشتر دیدیمش توی مدل‌های مختلف نداره، با این فقط یه تفاوت کوچیک اینجا وجود داره، اونم اینه که این سنسور با وجود اینکه ظاهراً ساپورت میکنه پردازنده دستگاه از فیلم برداری 4K، حداکثر وضوح فیلم برداریش 1080/60p. خب این دوربین وسط قرار گرفته. دوربین بالایی ما یه دوربین 2 مگاپیکسلیه برای تعیین عمق با F2.4 و در بخش پایینی هم یه دوربین 8 مگاپیکسلی واید داریم که میدان دید 120 درجه‌ای به ما میده و گشودگی دیافراگمش هم F2.2. سنسور اثر انگشت این قسمت هست و اجزای جانبی هم که تو نگاه اول نکته خاصی ندارم، ولی خب تو بخش بالایی سورپرایز انتظار ما رو میکشه که در حقیقت دوربین سلفی دستگاه است. برای فعال کردن دوربین سلفی کافیه وارد منوی دوربین بشیم و
بخش سلفی انتخاب کنیم. توی این حالت همطور که میبینید دوربین سلفی از جای خودش خارج میشه. این دوربین یه دوربین 16 مگاپیکسلی با f2.2 که در حقیقت فوکوس خودکارم نداره، ولی چند تا مکانیزم محافظتی براش در نظر گرفته شده. یکی اینکه میتونه تا وزن 15 کیلوگرم رو تحمل بکنه بدون اینکه مشکلی براش پیش بیاد. یکی دیگه اینکه اگه تشخیص بده که گوشی در حال افتادن، مثلا گوشی از دست شما بیفته به زمین، بلافاصله این دوربین به سر جای خودش برمیگرده. خب یه مقداریم راجع به بخش پردازشی دستگاه صحبت بکنیم. این مدل با پردازنده کایرین 710F ارائه میشه. یه پردازنده 12 نانومتری 8 هسته‌ای این پردازنده که در حقیقت 4 هسته 2.2 گیگاهرتزی ARM کورتکس A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتزی ARM کورتکس A50T داره. خب خیلی پردازنده فوق‌العاده‌ای نیست، ولی خب تو رده میانی اونقدام نمونه بدی به حساب نمیاد. خب راجع به حافظه هم خدمتتون عرض بکنم که این مدل با بالاترین چینش حافظه‌ای که ارائه شده برای این مدل، یعنی 6 گیگابایت حافظه رم و 128 گیگابایت حافظه داخلی ارائه میشه که حافظه داخلیش از نوع UFS 2.1 که خب یه حافظه پرسرعت به حساب میاد. در نهایت باتری دستگاه یک باتری 4000 میلی آمپر ساعته که همونطور که خدمتتون عرض کردم با یه شارژر 10 واتی شارژ میشه. خب البته سرعت چندان بالایی رو ارائه نمیده. متشکرم از توجه شما و امید دیدارم.